حدیث عشق و ایمان است قرآن، حدیث عشق و ایمان است قرآن، صفا بخش دل و جان است قرآن. گلی از گلشن فیض الهی، نه تنها گل، گلستان است قرآن. سفیر خیلی زیاد بوده در طول تاریخ کشور ما، سفرایی که پیام مردم ایران رو به کشورهای دیگه رسوندن. اما ما یه دسته سفیر دیگه داریم که تمام حضورشون و تمام بیانشون صلح است، صفاست، آرامش، امنیت، انسانیت، اخلاق، و اونا سفیران قرآنی میهن اسلامی ما هستن، کسایی که تو هر نقطه از این کره خاکی حاضر شدن، اسباب تألیف قلوب رو به سمت فرهنگ عالیه قرآن با تلاوت خودشون یا با محفوظات خودشون یا با سخنان خودشون فراهم کردن. عزیزی الان در برنامه کرسی تلاوت رضوی در جوار اطرد، در ایوان بهشت یا ایوان بهشت حضور پیدا کرده که مفخر میهن اسلامی ما هستند و بسیاری از مسلمانان در افریقا، در اروپا، در آسیا و کلن پنج قاره وقتی که تلاوت‌های این استاد رو شنیدن با علاقه و اشتیاق بیشتری به سمت قرآن رهسپار شدن. استاد عزیز، دوست و رفیق نازنینم، با صفا، دوست داشتنی، مؤدب، ما متواضع، حامد شاکر نژاد نازنین. حامد جان خیلی خوش آمدی استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت بینندگان عزیز حضرت عادی جناب دکتر. زنده باشید. خیلی توفیق برای بنده که در خدمت شما هستم، در خدمت بینندگان عزیز هستم. دهی کرامت رو گرامی می‌داریم، ان شاءالله که همواره ممنوس باشیم با قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام. جالب‌ترین سفر قرآنی از حیث این که وقتی شما تلاوت می‌کردید مخاطبین شما احساس می‌کردید که فراوانی اشتیاقشون به سمت قرآن بیشتر می‌شد، تو کدوم یکی از این مسافرتاتون بیشتر به چشم خورد؟ کدوم کشور؟ در کشورهای مختلف متفاوته حالا نگاه‌ها و اون عشق. بعضی جاها با سکوتشون تو دلشون بغض میکنن و حال میکنن و لذتی میبرن، ولی این چیزی که حالا بالاخره هم ظاهر و هم باطن نشون بده خودشو در فهم میکنم اندونزی. بله. مثلا در کشوری مثل بنگلادش که ما رفتیم، شاید شور و عشق نسبت به قرآن باشه، اون فن رو متوجه نشن، ولی در اندونزی با فن قرائت هم آشنا هستن و لذت میبرن و از بعد کمی هم جمعیت زیاد. و من تصاویری از تلاوت‌های شما رو که خیلی‌هاشم به توفیق رسانه ملی پخش شده می‌بینم، مستمعین تلاوت‌های شما افرادی گاهن هستن که اینا اصلا تو عرصه تلاوت ورودی ندارن، دخل و تصرفی ندارن، نشسته با اون آهنگ‌هایی که و نواها، دستگاه‌هایی که شما پیاده می‌کنید در حین خواندنتون، اینقدر همراه میشه که سیل اشک در ازش جاری میشه. گویا اصلا شما داری به زبان مادری او باش صحبت می‌کنی، نه متن عربی قرآن. یعنی اینقدر تلاوت میتونه روی جان و قلب و فکر و ذهن افراد تأثیر گذار باشه. همینطور که می‌فهمید، البته این من فراموش کردم عرض کنم، این نکاتی که در مورد حقیر فرمودید حسن نظر شماست. من من قابل نیستم، من فراموش کردم اینو ابتدا عرض کنم. این واقعا فضل الهی است به تک تک ما افرادی که در جامعه قرآنی و در عرصه ویژه تلاوت قرآن و حفظ قرآن فعالیت داریم. ان شاء الله که خداوند توفیق عملشو بده، توفیق درک آیات کریمه قرآن رو به ما تک تک ما عطا کنه انشالله. عزیزی خدا حفظتون بکنه، خب ما رو مهمان بکنید به ترنم دلنگیز آیات رو بخش الهی. خواهش میکنم. چشم، من آیات رو تلاوت میکنم، شما هم اشاره کنید هر وقت وقت تمام شد. من فکر میکنم 10 دقیقه در خدمتتون هستم. زنده باشید. اللهم صل علی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستطيع
يستوي الأعمى والبصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آقا طیب الله انفاسکم، ماشاءالله. خدا حفظتون کنه آقای شاکر نژاد عزیز، بهره‌مند شدیم. اصلا من تصور بکردم که تو تلاوت شما سوار یک قایقی هستم درون دریا و این امواج، این صوت شما بود که خیز برمی‌داشت، افت پیدا می‌کرد، بالا پایین و من سوار این قایق فقط داشتم لذت می‌بردم. تا ما رو رسوندید به یک ساحل زیبا. خدا حفظتون بکنه، خدا قبول کنه ان شاء الله به کرم شما. این خودش لیاقت والا و بالاست که آدم در جوار اطرت، در جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام بیاد تلاوت قرآن بکنه برای آقایی که خودش قرآن ناطق. بله میگن در حین تلاوت قرآن دعای مستجاب هست. حتما آقای شاکر نژاد یه قول به بیننده های عزیز ما بدین که در اولین فرصت که مجدد تلاوت میکنید در این آستان قدس رضوی، در حین تلاوت تو ذهن شریفتون همه بیننده های ایوان بهش رو مد نظر داشته باشید. حتما ان شاء الله. ما که یک دنیا ممنون، خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما سروران گرامی با کرسی تلاوت رضوی در جوار اطرت که از قاب ایوان بهشت تقدیم شما سروران گرامی شد. فردا هم حوالی ساعت 15 این کرسی تلاوت با حضور مفاخر قرآنی کشورمون برپا خواهد بود. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم. به اتفاق همه همکارانم، ضمن اینکه نایب و زیاره تک تک شما هستیم، از محضرتون مرخص میشیم. التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما. گنجر خود گنج رضا یافته هست، هر که بر او نور رضا تافته هست. گنجر خود گنج رضا یافته هست، هر که بر او نور رضا تافته هست. گنجر خود گنج رضا یافته است، هر که بر او نور رضا تافته است. در دل خود گنج رضا یافته است.